با عرض سلام خدمت بینندگان تلویزیون ایران من دکتر مرداد ملیهی هستم چشم پزشک از پورتلند اورگون در خدمتون هستم در ادامه سلسله برنامه هایی که راجع به چشم و چشم و بینایی با هم صحبت می این جلسه در ادامه جلسه قبلی که راجع به قرمزی چشم صحبت کردیم یه مقداری مباحث رو میخوایم بیشتر راجع به صحبت بکنیم جلسه پیش خدمتتون عرض کردم که چه مسائلی باعث جدی گرفته بشه وقتی که چشم بیمار قرمز هست چه فاکتورهایی هستن که نشون میده که این مسئله میتونه مسئله حادتری باشه مثل اینکه فرد کاهش بینایی همراهش داشته باشه یا درد عمقی چشم داشته باشه یا حساسیت به نور داشته باشه عرض کردم خدمتون که ضربه میتواند که از علل قرمزی چشم باشه و اگر کسی ضربه به چشمش بخوره و قرمز بشه چشمش بهتر استش که یک معاینه در چشم پزشکی داشته باشه نکته علت دیگری که میتواند قرمزی چشم داشته باشد ما حالا میخوایم راجع به مسائل دیگر صحبت بکنیم مسئله کنژنتیویت هست یا در واقع التحاب ملتهمه ملتهمه چشمی یک بافت بسیار بسیار شفاف و بسیار نازک است که با چشم غیر مسلح خیلی خوب دیده نمیشه این بافت روی بافت سفیدی چشم که از بیرون به وضوح مشخص هست که بهش میگیم اصطلاحا در فارسی سلویه یا همون در لاتین بهش میگیم اسکلرا این ملتهمه روی این بافت قرار گرفته و بعد هم میاد در واقع در زیر پلک ها و زیر پلک رو این بافت میپوشونه و این بافت ملتهمه میتواند ملتهب بشود و قرمز بشود و میتواند باعث همون اصطلاح هم بهش میگیم التهاب ملتهمه یا کنجانکتیوایتیس چه عواملی میتواند باعث این التهاب بشود میکروب ها میتونند باعث این مسئله بشوند بیماری های ویروسی بیماری های باکتریایی می باعث التهاب و عفونت این ملتهمه بشن آلرژی و حساسیت ها می تواند باعث این مسئله بشه و در واقع بعضی از بیماری های سیستم ایمنی هم می تواند باعث التهاب ملتهمه بشه التهاب ملتهمه به خصوص اون نوعیش که در اثر مسائل ویروسی و مسائل باکتریال هست معمولا به شکل حاد خودش رو در بیشتر مواقع نشون میده فرد ناگهان چشمش قرمز میشه همراه هستش با ترشحات چرکی احساس جسم خارجی در چشم میکنه ممکنه یه مقداری حتی پلکا ورم بکنه خیلی احتمال داره که این از فردی گرفته باشه در اثر تماس با افرادی که بیمار بودن تو خانواده خیلی از مواقع از یک فرد به فرد دیگه منتقل میشه گاهی اوقات از چشم راست به چشم چپ سرایت میکنه یا بالعکس بنابراین بیمار با درگیری هر دو تا چشم مراجعه میکنه این یکی از خوبی هایی که این بیماری داره این هستش که علا رقم ظاهر پرسر و صدا و علا رقم ترشوهات بسیار و امثال هم معمولا اختلال طولانی مدتی برای چشم ایجاد نمی کنه و اصلات دراز مدتی برای چشم نمی زاره. یکی دو نوع مخ بسیار بسیار ناشایه ترش هستش که یکی از انواعش ویروسی هست و یکی از انواعش یک بیماری که بیماری جنسی محسوب میشه این دوتا جز استثنایی هستند که از این بیحالت کنجنتی بی و ملتهمه باعث آسیب دراز مدت در چشم بشوند ولی به غیر از این معمولا انواع اقسامش انواع اقسام بسیار محدودی هستند که بیماری به خود خود به خود محدود میشه شاید یک قطره آنتیبیوتیکی در بعضی از انواع باکتریالش توسط چشم پزشک به بیمار تجویز بشه به حال توصیه من این هستش که اگر کسی در واقع دچار این حالتی شد که حالت عفونت هست از در چشمش حتی امکان بهداشت رو تا حد اکثر رعایت بکنه دستا مرتب شستشو بشه حوله و بالش و لوازم شخصی کاملا جدا از بقیه افراد نگه داشته بشه که حتی تا اونجایی که ممکنه سر کار یا مدرسه تا زمانی که بیمار علائم شدید داره نره تا بتونه از جلوگیری کنه از انتقالش به افراد دیگه و خب طبیعتا معاینه چشم پزشکی و یک تجویز قطره آنتیبیوتیکی اگر که ضرورتی داشته باشه میتونه بسیار به بیمار کمک بکنه همونطور که خدمتون گفتم میتواند علت حساسیت و آلرژی و امثال هم داشته باشد که یکی از علائمی هست که همراه با آبریزش بینی و حساسیت های فصلی یا حساسیت های به, به مواد حساسیت زا میتواند علائم چشمی ایجاد بکنه و فرد احساس خارش در چشمش میکنه و البته معمولا بهش مثل مورد قبلی که عفونت های باکتریایی یا ویروسی هست پر سر صدا و همراه با ترشحات چرکی و امثال هم نیست معمولا همون احساس خارش و سوزش و جسم خارجی همراه با آبریزش از چشم است که درمانش در واقع در همون زمره درمان های آلرژی و حساسیت قرار میگیره این مبحث رو به قرمزی چشم در همینجا متوقف میکنیم جلسات آینده باز هم راجبه عوامل و علال دیگر چشم ناراحتی قرمزی چشم صحبت خواهیم کرد تا هفتههای دیگه شاد و سلامت بشین.